سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان برنامه‌های صمیمی و عالی شبکه 107 پارس. کیوان هستم، در خدمت شما یک سری برنامه‌هایی رو می‌خوایم آغاز بکنیم و این اولین قسمت یا اپیزود هست از این سری که من تو هفته‌های مختلف در خدمت شما هستم با این ست بسیار زیبا، با این صحنه بسیار زیبایی که الان شما می‌بینید اینجا، با تصاویر زیبا، آیکون‌های قشنگ و زحماتی که همکاران عزیزی که زحمت کشیدن این ست رو درست کردن. شاید وقتی نگاه میکنید به این اطراف شما فکر بکنید که چه برنامه‌ای میخواد در مورد این ست به ما بده و چه چیزی رو میخواد به ما القا بکنه. شما یه تخت سفید میبینید اینجا یا وایت بورد، و علتش اینه که من تو این سری برنامه ها که در خدمت شما هستم میخوام در رابطه با یک بحثی صحبت بکنم که حالت کلاس خواهد داشت. الان شاید با خودتون بگین که شاید اونایی که برنامه های من رو دیدن یا تو برنامه های لایف برنامه های من رو دنبال کردن، معمولاً مباحث الهیاتی، مباحث گاهی اوقات دشوار الهیاتی رو دیدن و موضوعات مختلف رو دنبال کردن. موضوعی که من تو این سری برنامه ها میخوام در موردش صحبت بکنم، لازمش این هست که بعضی چیزها رو روی تخته سفید بنویسم برای شما، بعضی چیزها رو از کتاب مقدس بخونم و شاید براتون جالب باشه که خب حالا موضوع چی هست. بذارید من قبل از هر چیزی با شما واقعا رو راست باشم. این کاری که ما میخوایم بکنیم تو این سری برنامه‌هایی که شما، من در خدمت شما هستم به همراه این دوستان عزیزی که ما دعا کردیم که این برنامه‌هایی که الان میخوایم با هم دیگه ضبط داره میشه و شما که دارید میبینید حتما الان این ادیت شده و شما دارید برنامه رو میبینید، ما از قبل دعا کردیم برای این که این برنامه باعث برکت روحانی شما باشه و همینطور ما که داریم این برنامه‌ها رو ضبط می‌کنیم، تک تک دوستان عزیزی که اینجا هستن زحمت بسیار کشیدن برای این برنامه‌ها. و الان شاید شما با خودتون بگید که خب این برنامه در چه رابطه هست. الان مطمئناً شما اسم این برنامه رو دارید، برای اینکه این برنامه ضبط شده، خب ادیت شده و الان آماده است که داره پخش میشه، شما می‌بینید. اما تو همین لحظه‌ای که من دارم این برنامه رو الان ضبط می‌کنم، واقعیت نمی‌دونم که می‌خوام اسم این برنامه رو چی بذارم. براتون توضیح میدم چرا. بذارین یه چیزی رو من الان توی برنامه ها برای شما اولش بگم که چرا ما اسم این برنامه ها رو شاید الان میخوایم تصمیم بگیریم در موردش. ببینید، ما در الهیات و ادبیات مسیحیت توی زبان انگلیسی یک لغتی رو داریم که این برنامه های من در واقع داره این سری، این مجموعه، این در واقع این دیسیپلین رو، این نظام رو در الهیات مسیحی یا در ادبیات مسیحی دنبال میکنه. کلمه‌ای که هست هست به نام اسپریچوالیتی. خب الان شاید بگید که خب این معانی داره، خب حالا این چی هست؟ ببینید، در مسیحیت ما فیلدهای مختلفی داریم. به عنوان مثال شما فیلد داکترین رو دارید یا آموزه، یا همون در واقع زمینه آموزه رو دارید، زمینه اتیکس رو دارید یا اخلاقیات، زمینه بیبلیکال استادیز رو دارید یا مطالعات عهد جدید و عهد عتیق یا مطالعات کتاب مقدسی، زمینه فلسفیکال تیولوژی رو دارید یا الهیات فلسفی، زمینه لیدرشپ رو دارید یا در واقع رهبری، زمینه میشن اند مینیستری دارید یا همون مأموریت مسیحی و خدمات مسیحی. فیلدهای مختلفی است. شما فکر کنید مثلا به عنوان مثال در یه علم، به عنوان مثال ریاضی، ریاضی محض هست، ریاضی جبر هست، مثلثات هست، ریاضی کاربردی است. به همین شکل در الهیات مسیحی هم ما فیلدهای مختلفی داریم، شاخه‌های مختلفی داریم که این شاخه‌ها هر کدوم وارد زمینه خودش میشه. پاسترال تیولوژی به عنوان مثال، یا همون الهیات شبانی رو ما داریم که اینا هر کدومشون به صورت تخصصی وارد فیلد خودش میشه، ادبیات خودش رو داره، واژگان خودش رو داره و
کتابای خودش داره. یکی از این فیلدهایی که در مسیحیت در مطالعات ریلیجیس استادی یا مطالعات مذهبی مسیحیت یا اصلا در ایمان مسیحی وجود داره فیلدی به نام اسپریچوالیتی. خب حالا اینو ما چی اسم بذاریم توی فارسی؟ ببینید ترجمه های مختلف شده. حالا من چرا باید اینقدر سر این کلنجار برم؟ دلیلش اینه اگه من کلمه اسپریچوالیتی شما وقتی که راحت بخواید توی یه دونه دیکشنری معمولی ترجمه کنید معانی مختلفی براش گذاشتن. مثلا یکی از کلماتش از روحانیت به فارسی روحانیت روحانیت. خب وقتی میگیم روحانیت توی فارسی کلمه روحانیت شما یاد روحانیون میفتید. روحانیون هر مذهبی، چه کاهن باشه، چه کشیش باشه، چه ملا باشه، چه مال مذاهب گروه سیک ها باشه، چه هر چی. توی فارسی روحانیت اون رهبر مذهبی اون مکتب رو میگه. پس اسپریچوالیتی رو من نمیتونم اینجا ترجمه کنم روحانیت، چون یه نوشن دیگه، یک مفهوم دیگه رو تو فارسی به همراه داره. معنی دیگه که برای اسپریچوالیتی میشه به کار برد بدون اینکه سوء تفاهم درست بشه کلمه عرفان هست. عرفان. خب حالا این رو هم من نمیخوام استفاده کنم به این دلیل که تا ما میگیم عرفان شما یاد حافظ و سعدی و مولوی و عطار و درویش شانمت اللهی و درویش نمیدونم صفی علی شاهی میفتید و یاد خانقا و دف و رقص و هدبنگ زدن. اینم نیست اون چیزی که ما توی مسیحیت به عنوان اسپریچوالیتی میخوایم بهش بگیم. عرفان جزش هست. ما توی مسیحیت یه چیز داریم به نام میستیکال تیولوژی یا الهیات عرفانی. من این کار رو هم نمیخوام بکنم. پس اسپریچوالیتی رو من نمیتونم عرفان اینجا ترجمه کنم. یه کلمه دیگه هست که من میخوام به کار ببرم که شما این رو قاطیش نکنید با اون چیزهای دیگه. کلمه هست به نام معنویت. معنویت. خب یه خورده کلمه خیلی جالبی ممکنه نباشه. مثلا وقتی تو فارسی میگیم شخص معنویه یا معنویت تو فارسی زیاد جا نمیفته انگاری، ولی معنویت شاید بهترین کلمه‌ای باشه که من میتونم برای این سری دروس به کار برم. پس شما متوجه شدی که من میخوام چی بگم. توی این برنامه ها من میخوام به فیلد اسپریچوالیتی در ایمان مسیحی نگاه بکنم که در این فیلد ما یک مفاهیم روحانی، نه روحانیت به عنوان کشیش که بنده کشیش هستم، یا به عنوان یک چه میدونم کشیش اسقف شماس در مسیحیت ما بهش میگیم روحانی، اونو نمیخوام نگاه کنیم. میخوام ببینیم چه روحانیت هایی داریم، چه معنویت هایی داریم، چه طرق معنوی یا راه های معنویت یا طرق بهتره. تو الان میگید عربیه، منم توضیح میدم. طرق معنویت یا طرق روحانی یا طریقهای روحانی یا راههای روحانی. میخوام در این رابطه تو این برنامه ها با شماها صحبت بکنم که توش متضمن عرفان مسیحیه. در واقع یه سری از عرفای مسیحی، یه سری از اون چی که ما بهش میگیم عرفان مسیحی تو فیلد اسپریچوالیتی میفته. حالا اسپریچوالیتی یه خورده بد پرس شده، به قول معروف خیلی کلمه‌ایه که توی استفاده مذاهب نمیخوایم ازش استفاده کنیم. چرا؟ دلیلش اینه که عرفان حلقه و انجمن آل یاسین و انجمن نمیدونم عمو زنجیر باف زنجیر منو بافتی و صد مدل از این عرفانای الکی مندرآوردی پاپس اند مامز، مامان و بابا جمع میشن یه عرفانی درست میکنن، شش نفر هم دور خودشون جمع میکنن، یه سری عرفان حلقه و انرژی مثبت و درا رو پنجره رو باز کن انرژی مثبت از اینجا بیاد بره. اینا چون کلمات اسپریچوالیتی به کار رفته توی انگلیسی این مامبو جامبو اسپریچوالیتی بهش میگن، یا این اسپریچوالیتی های جدید، یا این عرفان های مندرآوردی نوآوری شده جدید شرقی، چه میدونم یوگا و هاتا یوگا و این داستان هایی که هست، مدیتیشن های هندویست. برای همین من یه خورده حذر میکنم که این کلمه رو به کار ببرم، ولی شما متوجه باشید این سری برنامه ها در رابطه با روحانیت، عرفان، طریق معنویته. حالا یه نکته رو میخوام به شما بگم.
بذارین بشینم یه خورده اینو برای شما توضیح بدم. ما نمیخوام توی این برنامه ها، چون میخوایم حالت کلاس درس داشته باشه، میخوایم که این سنگامون رو با هم وا بکنیم برای این 20 تا برنامه که با هم دیگه داریم. من نمیخوام یه برنامه‌ای داشته باشیم که به قول معروف مانیکیور شده باشه، خیلی شسته رفته و اتو زده شده باشه و اگه من یه سری بلوپرا یا یه سری توپق بزنم بعد بخوام از کارگردان برنامه که بعداً کاتش کنه اون نتوش در بیاره. نه، میخوام واقعا اتنتیک و واقعی و خودمونی باشیم، چون مثل کلاس درس باشه. ولی شما نترسید، این درسایی که من میخوام با شما در میون بذارم درسایی نیست که شما فکر کنید من دارم اینجا الهیات مسیح رو تو اون سطح مثلا به عنوان مثال لیسانس میخوام درس بدم، یا آی الان برادر کیوان دوباره میخواد درسای الهیاتی بده. نه، اینا یه دروسیه که تارگت اودینس این برنامه های من برای من و توی ایماندار معمولیه. یعنی میخوام یه درسایی باشه که ایمانداری که به مسیح ایمان آورده، زندگیشو به مسیح سپرده، و نه حتی اگر ایماندار نیست، شمایی که برای اولی با میخواه بینید مسیح چی میگن، اینا چه حرفایی میزنن، این برنامه رو ببینی استفاده بکنی. برای همینه که این برنامه میخوام حالت کلاس درسی داشته باشه که ما بتونیم یه سری چیزها رو صحبت بکنیم، و چون این برنامه فقط یه نفر توش حرف میزنه، اینی که من بعضی موقع پا میشم میرم پای تخت سفید یه چیزای میشینم صحبت میکنم، کتاب مقدس اتوش باز میکنم میخونم و اینا. یه نکته دیگه هم باید برای شما بگم، من یه کتابی رو روش درس میدم، اینم کتابه است، حالا بعدن میدونم که روی تلویزیونم برای شما اینو میندازن که شما بدونید چیه. اسم کتاب هست Spirituality Workbook. ببینید، برای همین گفتم کلمه Spirituality رو نمیتونم تو این برنامه اسم بذارم، اسمشو چی بذارم، حالا ما بعدن فکر میکنیم شما اسمو میدونید، ولی احتمالا اسمشو میذاریم طریقهای معنوی یا راههای روحانی، نمیدونم، حالا فکر نمیدونم الان چی میخوام بذارم. من میخوام این کتابو به شما درس بدم. این کتاب یه ورکبوکه. یعنی چی؟ یعنی توی این کتاب که 200 صفحه کتابه، من میخوام این کتابو به شما درس بدم، نه فقط این کتاب رو، میخوام در واقع طرق‌های معنوی رو به شما درس بدم از طریق مدیوم این کتاب. این کتاب بسیار خوبیه، نوشته دیوید رانکرن، رورن دکتر هم هست، کشیش دکتره، من ایشونو میشناسم، یکی از استادای در واقع فن اسپریچوالیتی هست که اتفاقا من ایشون از نزدیک میشناسم و تو اون دانشگاهی که من درس میدم ایشون هم اونجا درس داده و درس میده و من ایشون از نزدیک میشناسم و بارها من با ایشون در واقع درس دادیم و گروه های مختلف دانشجوها رو ما امتحان کردیم که از این کتاب بهره بردن. و کتاب آکادمیکی نیست، کتابیه که برای فرمیشن روحانی ما بهش نگاه میکنیم، یعنی شخصیت سازی مسیح. در این دوره من با شما در واقع نمیام اینجا یک سری طرق مختلف روحانیت مسیحی رو، روحانیت یا عرفان مسیحی یا اون در واقع معنویت مسیحی رو دونه دونه باز بکنم، بلکه میخوام بیام چیکار کنم، یک کار عملی با هم بکنیم، یک مقدمه، در واقع یک پرایمر، یک اوورویوی هست از این طرق‌های روحانی که در مسیحیت داریم. فکر میکنم یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم و من بیشتر برای شما این رو توضیح میدم. اگر تو خدا رو جدی نگیری، خدا هم تو رو جدی نمیگیره به همین راحتی. این آیکون مقدس، آیکون هولی فامیلی بهش میگن، عیسی مسیح در عهد جدید جسم گردید و میان ما ساکن، این سه شخصیت الهی که پدر، پسر، روح القدس هستن. خدا فرده، پدره، خدا پسره، خدا روح القدسه. و در کولسیان میگه او صورت خدای نادیده است. کلمه صورت در یونانی است آیکون. مسیح آیکون خدای نادیده است. اینها انجیل مجسم هستن، انجیل به زبان تجسم شده. دوستان عزیز، ممنونم که برگشتید بعد از این بریک و میخواین ادامه برنامه رو ببینید با برنامه‌ای که گفتم براتون اولش توضیح دادم که چی هست، در چه زمینه‌ای میخوایم صحبت بکنیم. یک نکته جالبی به شما بگم، اینکه در این برنامه من هدفم اینه که یک کتاب 200 صفحه رو درس بدم، ولی واقعیت اینه که نمیدونم چقدر اصلا این امکان پذیر باشه. چرا؟ برای اینکه یک از دلایل دیگه اینه که این کتاب به انگلیسیه. شما هم که انتظار ندارید من 200 صفحه کتاب به
بشینم برای شما همه رو دونه دونه کلمه ترجمه بکنم که فارسیش کنم. پس چیه؟ این کتاب انگلیسی رو من سعی میکنم همینطور که دارم برای شما میرم جلو به قول معروف آنلاین همونا کلمات و چیزهای مهمی که فکر میکنم خوب باشه رو به فارسی ترجمه کنم. اینه که کلماتی رو که گاهی اوقات ترجمه میکنم همون انگلیسیش هم ممکنه بذارم. چرا؟ برای اینکه ممکنه اون ترجمه فارسی که میکنم ترجمه خیلی خیلی دقیقی نباشه. حالا مشکل چی هست؟ مشکل اینه که بعضی از این واژه‌ها تو الهیات و ادبیات مسیحی اصلا فارسی نشده، یا فارسی که شده فارسی هست که بیشتر در واقع در الهیات و ادبیات اسلامی و کتب فقهی شیعه و یا اهل سنت یا بالاخره اسلامی استفاده شده، که اون در واقع رزونیت یا اون تنین رو توی الهیات مسیحی نداره. خب حالا در وقتی که همچین مشکلی هست ما باید چیکار؟ مثلا کلمه عطیه رو به کار میبرن برای کلمه گریس، یا شاید گیفت به عنوان مثال، در حالی که توی الهیات مسیحی ما کلمه فیض رو فارس زبان‌های مسیحی به کار می‌برن. ولی فیض تو الهیات اسلامی یا تو عامه مردم فارسی ایرانی، فارسی مردم فارس زبان یه مقدار تفاوت داره اون مفهومی که فیض یا گریس یا خاریس توی یونانی داره. پس ببینید من مجبور میشم بعد اولا که بعضی از کلمات و ترجمه فارسیشو نمیدونم، یا ترجمه های خوبی نشده، یا اگرم شده من دسترسم نیست. پس برای همین مجبورم از کتاب انگلیسی برای شما همونجا بگم و همونجا هم ترجمه بکنم. برای همین سرعتم کنتر میشه، شاید نتونم تمام این کتابو توی این 20 جلسه یا 21 جلسه نمیدونم چقدر درس بدم، ولی نگران نباشید. برای اینکه تا هر جا که ما بریم جلو بقیه‌اش ممکنه تو سیزن 2 باشه من بتونم جما رو به شما درس بدم. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که من یک چیزی الان وجود داره توی فارسی. الان یک جنبشی هست که فارسی رو پاس بداریم، برای همین از علامات عربی استفاده نکنیم، نمیدونم فلان. من اتفاقا خیلی هم زبان فارسی رو دوست دارم، عاشق این زبان هستیم، زبان مادری ماست و چقدر زبان زیبا و ملایم و زیبایی، این یک حقیقته. همه ما هم بهش تعصب داریم، چه بلوچ باشیم، چه ترک باشیم، چه لور باشیم، چه بختیاری باشیم، چه از اعراب خوزستان باشیم، زبان فارسی رو دوست داریم مثل اینکه تمام زبان‌های دیگر رو دوست داریم. این کشور زیبای ایران، همینطور افغانستان، تاجیکستان، فارس زبان‌هایی که هستن و به قول من رو جای دیگه این سرزمین، این یک نقاشی زیباست که این رنگ‌ها و لهجه‌ها و زبان‌های متفاوته که این نیشن رو، این ملت رو زیبا کرده. پس همه این زبان‌ها جالبه. حالا چرا این چقدر، چرا اینقدر مهمه این؟ اینکه یک سرزمین به این بزرگی که زبان‌های متفاوت توش هست، از بلوچی گرفته تا عربی هست، تا ترکی هست، تا آذری هست، تا کردی هست، تا لوری هست، تا خراسانی هست، اصفهانی هست، گیلکی هست، زبان‌های دیگه که حالا منم شاید من نمیدونم، بیشتر از اینا مطمئنا هست. اگه اسم زبان شما رو نیاوردم مطمئن ناراحت نشید. بعضی موقعی تعصبی که آقا کلمات عربی رو از تو فارسی بریزیم بیرون، نه، این کار اشتباهیه، این کار بسیار اشتباهیه. برای اینکه شما اگه زبان عربی رو از فارسی در بیاری، در واقع 40% این زبان رو شما عقیم کردی، این 40% رو ریختی بیرون، غنای این زبان رو یا پوری این زبان رو از بین بردی. زبان انگلیسی چرا زبان اینقدر غنی هست؟ برای اینکه بسیاری لغات رو از جاهای دیگه قرض گرفته، از یونانی، از کلمات عبری، از کلمات لاتین، یک زبان جرمنی که زبان‌های جرمنیک و اسکاندیناوی، از همه جا دریافت کرده. برای اینه که برای یک واژه یهو 10 تا کلمه وجود داره با ساتلتی‌ها یا همون با اون ظرافت‌های متفاوتی که یک کلمه ممکنه 10 تا یک معنا 10 تا کلمه براش باشه، هر کدوم یک ظرافتی داره. پس شما ناراحت نباشید اگه کلمات عربی توی فارسی استفاده میکنیم، به همون شیوه هم کلمات انگلیسی الان توی فارسی استفاده میشه. ولی خب بهتر آدم فارسی صحبت بکنه، اما وقتی که جایی نمیشه گاهی اوقات باید این کلمات رو در واقع خود زبان رو کش بیاری، زبان رو منبسط بکنی برای اینکه این واژه‌ها بهش اضافه بشه. پس من این کار رو سعی میکنم بکنم. حالا من قبل از این برنامه شروع بشه این ضبط، من یه سری چیزایی رو اینجا نوشتم، بذارین برای شما بگم. اولین چیزی که میخواستم با شما در میون بذارم، این نویسنده چیز جالبی
میگه. حالا کتابای دیگه هم من به شما معرفی میکنم، فقط این کتاب نیست، من فقط یک کتابو به شما درس نمیدم، اما سعی میکنم استراکچر، چارچوب یا همون اسکلت برنامه‌ام رو این کتاب باشه، چون خیلی کتاب عملی هست، کتاب آکادمیکی نیست که فقط یک قشر آکادمیک دانشگاهی بخوان ازش استفاده کنه، یک کتابی که برای عوام و عامه کتابخون نوشته شده، یک قشر متوسط اینتלקچوال، یک قشر متوسط که حداقل به قول معروف پابلیک تیولوژی، الهیاتی برای دیگران و کتاب عملیه، برای همین اسمش از ورک بوک، برای همه است، برای که تو ایماندار معمولی که نمیخوایم الهیات بدونی بتونی استفاده کنی. پس تو این برنامه ما یه مزه فقط به شما از روحانیت مسیحی یا معنویت یا طریق و عرفان مسیحی میدیم. شاید اسم این برنامه رو بذارم پیش درآمدی بر نمیدونم روحانیت مسیح، پیش درآمدی بر معنویت مسیح، پیش درآمدی بر طرق روحانی، نمیدونم الان اسمشو بزنیم. پس یه پیش درآمدی، یه مزه هست. اگه من بخوام اینو باز بکنم، کتابهای بسیار آکادمیکی هست، درسای سنگینی هست که نمیخوایم واردش بشیم. یکی از این چیزایی که یکی از نکته جالبی که تو این کتاب من خوندم اینه که میگه که یکی از بیماری‌های عصر ما اینه که بهش میگه سوپرفیشیالیتی، یا من نگاه کردم تو گوگل ترنسلیت، گوگل فارسی که فارسی انگلیسی میکنه، حالا من این کلمه رو درآوردم، شاید شما کلمات بهتر بدونید، اسمش گذاشته سوپرفیشیالیتی رو سطحی نگری. فکر می‌کنم جالبه. یکی از مشکلات روحانیت و مذهبیت یا مذهبی بودن یا سلوک روحانی کردن ما اینه که ما دنبال جواب سریع همین الانیم، دنبال روحانیت های به قول معروف سریع، immediate satisfaction یا ارضا شدن سریع هستیم، دنبال این هستیم که سریع جواب بگیریم، سریع خدا با ما حرف بزنه، سریع ما احساس ما تنمون سیخ بشه، سریع خدا با ما حرف زد. دنبال این نیستیم که عمیق بشیم، وارد اعماق خدا بشیم. و این بزرگترین، این نویسنده دیوید رانکور میگه که بزرگترین مشکل عصر ماست که همه چیش میخواد سریع باشه، دلیوری سریع، پیتزای سری، غذای سری، اوبر سری، همه چی سری، حتی روحانیت. در حالی که تو روحانیت شما وقت بدی، بشینی در حضور خدا، صبر رو پیشه بکنی، صبر رو تجربه بکنی، و زندگی روحانی نیاز به این تأمل داره. چندی پیش یک کتابی نوشته شد، اتفاقا خیلی جالبم بود عنوانش، اسم کتاب فکر می‌کنم این بود، پس این جملهش خیلی تو ذهن من بود، اسمش بود Ruthless Elimination of Hurry، یعنی Ruthless یعنی خیلی بیرحمانه از بین بردن این حس عجله تو زندگی. ما باید به صورت بیرحمانه حس عجله رو از زندگی روحانیمون بیرون کنیم اگه میخواد یه چیزی ته ما بمونه، اگه میخوایم یه چیزی چیزایی رسوب بکنه. الان تو این لیوان آب من اگه بخوام یک شم دونم شکلات خوبی، یک حتی یک چای، یک تیبگ خوب بذارم، باید ولش بکنم که این رنگ و چایی اون تو رسوب بکنه، جا بیفته، یا همون به قول ما ایرانی ها چایی دم بکشه. پس برای روحانیت هم همینطوره، ما باید زمان بدیم، وقت بدیم. حالا این کاری که توی این ما رو میرسونه به این، و این که دنبال این نباشیم که همیشه همه چیز رو سری دستمون بیاد، همه چیز رو باید مدرن و جدید باشه، مثل ساعت جدید، مثل موبایل جدید. خدا یه چیز جالبی میگه در کتاب مقدس، در باب ارمیا باب 6 آیه 16، وقتی که داره صحبت از نابودی اورشلیم میکنه، نبی از قول خدا اینطوری میگه، میگه خداوند چنین میفرماید، بر طریقها ایستاده بنگرید، درباره راههای قدیم بپرسید که راه نیکو کدام است، در آن گام برداری تا برای جانهای خود استراحت بیابیم. میگه اما شما گفتید گام بر نخواهیم داشت.
خیلی جالبه، ارمیا میگه بر طریق ها ایستاده بنگر. تو ترجمه قدیمی یه جور دیگه میده، خیلی هم خوش، اونجا هم خیلی قشنگ اینو میگه، درباره راه های قدیم بپرسید. ما میخوایم توی این برنامه درباره راه های قدیم نگاه کنیم، راه های قدیم، راه های انشنت، هیستوری تاریخی و قدیمی مسیحیتی که 2000 سال، بیش از 2000 سال عمرشه. فکر کنید 700 نزدیک 640 50 سال قبل از اینکه پیامبر اسلام بیاد، مسیحیت 650 60 سال از عمرش میگذشت، 2000 سال عمرشه. یک مذهب، یک عرفان، یک راه بسیار انشنت و قدیمی هست، بیش از 2000 سال عمرشه و قبل از فقط مسیحیت، قبلش هم که یهودیت رو داره این کتاب مقدس. ما داریم نگاه به یک راهی میکنیم که برمیگرده به 5000 سال پیش، 3400 500 سال پیش که عهد عتیق نوشته شده و این یک گنجینه معرفته و بسیاری از مردان و زنان این طریق رو رفتن. اولین قسمتی که من میخوام با شما در میون بذارم، من فکر میکردم که اصلا میتونم تموم کنم تو این قسمت اول، فکر میکردم هم مقدمه رو به شما میگم هم وارد این قسمت طریق در بیابان رو میتونم بگم. الان نگاه میکنم تو این نیم ساعت من فقط تونستم مقدمه رو بگم و وارد این درس ها بشم، اشکالی هم نداره، چون گفتم که خودم بذارید از این حرفی که زدم پیروی کنم. Ruthless elimination of hurry or worry، بیایم از این حس دغدغه و عجله و عجول بودن و همه چی رو سریع جنگی تموم بکنیم در بیایم و فکر کنیم که میخوایم وارد عمقای خدا بشیم، پس باید وقت بدیم، زمان بدیم. یکی از چیزهای خیلی عمیق گذشته در اولین زمانهای عرفان مسیح بعد از دوران کتاب مقدس، بعد از دوران پدران کلیسا، من میخوام یه چیزی رو به شما معرفی کنم به نام طریقی در بیابان. خب وقتم خیلی ندارم، اما وقتی که ما نگاه میکنیم به انجیل، در انجیل عیسی مسیح میگه توی انجیل مرقس باب 10 آیه 21 میگه که مرقس باب 10 آیه 21 رو بذارید من پیدا بکنم، از قبلم این کار رو نکردم چون گفتم به شما که میخوام توی این برنامه اوتنتیک باشیم، واقعا مثل کلاس درس باشه، این کار بهتره که همین الان من این کار رو بکنم، یه مقدار ممکنه یه سری وقتم بگیره پیدا کردن آیات، ولی اشکال نداره. مرقس باب 10 آیه 21، توی مرقس باب 10 آیه 21 ما عیسی به او نگریسته محبتش کرد، گفت تو را یک چیز کم است. اون جوان ثروتمند که اومد پیش مسیح خداوند، برو آنچه داری بفروش و باهایش را به تنگ دستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت، آنگاه بیا و از من پیروی کن. همین آیه باعث شد که یک مرد جوانی به نام آنتونی توی مصر باستان، قدیس آنتونی، در سال 270 AD 270 میلادی، آنو دومینی یعنی سال خداوند 270 میلادی، زندگی خودشو 18 سالگی به مسیح میسپاره، 15-16 سال بعد همه چیز رو رها میکنه با الهام گرفتن از این آیه و میشه قدیس، قدیس معروف آنتونی، که در واقع از پدران صحراست که باش ما بهشون میگیم desert fathers یا پدران بیابان، طریقی در بیابان. عده بسیاری از اون وقتی که آنتونی این راهو شروع میکنه، قدیس آنتونی، بسیاری از آدم ها میان و او رو پیروی میکنن و یک سنتی به وجود میاد به نام سنت پدران صحرا. وقت من خیلی کمه، داره تموم میشه، 7-8 ثانیه دیگه شما رو به دستای مسیح خداوند میسپارم. لطفا همراه باشید با من، این برنامه رو دنبال کنید، مطمئنم که ازش لذت میبرید، برکت پیدا میکنید. فیض خداوند ما، زنده ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و مشارکت روح القدس با شما باشد و بماند. به نام پدر، پسر، روح القدس باشه که همراه من باشید، برکت پیدا کنید و در دستهای مسیح محفوظ بمانید. خدا نگهدار.